اونها در سرکوب و تجاوز به حریم خصوصی زندگی افراد سقف‌هایی زدن و میزنن که مشابه اون در هیچ کجای دنیا دیده نشده و نخواهد شد. بذارید یک نمونه رو با هم مرور کنیم تا بعد به ابعاد این قضیه بیشتر پی ببریم. همین دیروز رو در نظر بگیرید. دیروز روز 13 فروردین ماه بود و قرن هاست که در میهن ما این روز رو به نام روز 13 به در میشناسن و مطابق یک رسم قدیمی همه ایرانی ها از خونه بیرون میزنن و راهی طبیعت میشن. حالا شما خانواده ای رو تصور کنید که در همین روز 13 به در به گوشه دنج و باصفایی رفتن تا دور هم باشن و یک روز تعطیل رو به خوبی و خوشی سپری کنن. از قضا جایی هم که این خانواده برای گذروندن روز 13 به در انتخاب کردن، به هیچ وجه جای شلوغی نیست که بگیم ممکنه شلوغ کنن و یا تجمعی رو شکل بدن. اصلا صحبت از این چیزا نیست. فضا کاملا فضای تفریحی و خانوادگیه. اما ماموران سرکوبگر رژیم آخوندی حتی همین انتخاب ساده رو هم از مردم میگیرن و همین روز به ظاهر آروم و شیرین رو به یک روز تلخ تبدیل میکنن. خب اگه به این عکس‌ها نگاه کنید، بعد فکر کنم که خیلی خوب متوجه همین موضوعی که من گفتم بشید. عکسایی که دیدیم عکسایی بودن از تفریگاهی به نام پارک کوهستان در طاق بستان کرمانشاه که این عکس‌ها توسط هموطنانمون گرفته شده و برای ما ارسال شده. همونطور که دیدید یک خانواده حتی در محل دور افتاده هم از دست سرکوبی و ستم آخوندها در امان نیست و مزدوران سرکوبگر رژیم ساده ترین تفریح خانوادگی رو هم تاب نمیارن و وقیحانه به خصوصی ترین حریم زندگی مردم تجاوز میکنن. اخباری از این دست شاید برای خیلی از مردم دنیا عجیب و باور نکردنی باشه. اما مردم ما سال هاست که با این شیوه های قرون وسطایی آشنان. هدف رژیم از متوسل شدن به این اقدامات پست نگه داشتن چماق سرکوبی در بالای